ببینید در این ماجرا من خواهش میکنم از رسانه ها از دوستان از اونایی که با دولت میانه خوبی ندارن همه واقعیت رو بگیم حقیقت رو بگیم این واقعیت رو نمیشه پنهان کرد حقیقت رو نمیشه پنهان کرد اون چه به سر ما آمد در این سه سال توته های ترامپ بود فعلا اگه این توطئه های ترامپ بذارید کنار یعنی ما تو این سه سال اگر مثل عادی مثل همیشه نفت میفروختیم بانک ما همین فعالیت رو داشت بقیه بیمه ما کشتیرانی ما همه اونهایی که تحریم کردند ما شرایط ما کاملا متفاوت بود یک شرایط جدیدی بود حالا من راجع به بودجه حرف میزنم اینکه ما دو میلیون و سی هزار گذاشتیم دلیل چی هست و اونهایی که اگر مخالف باشند باید اثر کار خودشون رو بدونن حالا اون رو من بعد از این صحبت میکنم اون چه انجام گرفت توته اونها بود نسبت به اهدافشون صد درصد شکست خوردن میخواستن حکومت ما رو از بین ببرن میخواستن نظام رو از بین ببرن میخواستن مردم به خیابون بیارن اینا همه شکست خورد و از بین رفت البته رنجی برای مردم ما گذاشتند و ننگی برای خودشون این حالا یه بحث دیگری هست اما امروز ما آمادگی داریم اگر طرف مقابل با صداقت بیاد به میدان این مسائل حل و فصل بشه خیلی سریع هم میتونه حل بشه اصلا هیچ پیچیدگی حقوقی نداره به تمام تعهدات بیان بگن ما عمل میکنیم و شروع کنن به عمل ساعت بعد ما به همه تعهدات عمل میکنیم این کاری نداره اصلا چیزی نیست اگر اونا اراده باشه اگر صداقت باشه اگر نباشه که خب مهم نیست ما کار خودمون رو انجام میدیم ما برنامه خودمون رو انجام میدیم اون چه به وجود آمده این که شرایط سه سال پیش تکرار نخواهد شد این ملت ما بدونن اون چه در این سه سال رنج کشیدن اون شرایط تکرار نمیشه حالا اینکه چه شرایطی به وجود میاد یکم باید صبر کنیم ولی اون شرایط ادامه پیدا نمیکنه همه آمار و ارقام ما همین واقعیت رو میگه امروز ما ارز ما هم داره میره به سمت تعادل باز همین رو میگه قیمت مسکوکات ما هم داره به همین همین علامت ها رو داره میگه انتظارات مردم و همین علامت ها رو داره میگه آمار و ارقام فعالیت های ما ما تا امروز هفتاد و سه هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی تخصیص دادیم و حدود 66 هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم برای طرحهای عمرانی نسبت به پارسال 69 درصد افزایش داره فعالیت طرحهای عمرانی ما پرداخت های ما اون شرایط سخت برای ما بود ما نسبت به مردم و معیشت مردم هم هرچه در توان داشتیم انجام دادیم حالا این توان ما در حدی که ما توان داشتیم برای اونهایی که در فشار اقتصادی بودند ما اقداماتی کردیم هم تسهیلات هم پرداختا برای سال آینده هم پیش های لازم رو ما در بودجه انجام دادیم و انشالله انجام میدیم